برنامه نانگالسور خوش اومدید. من مریم نمازی هم. سلام به همگی دوستان. من فریبرز پویا هستم. سال نو 2017 رو به همه شما تبریک میگیم. امیدوارم که شما برنامه نانگالسور و به خصوص مریم نمازی رو میس کرده باشید. دلتون تنگ شده باشه واسه ما. ما خیلی دلمون تنگ شده بود و مشتاق برنامه های جدیدمون هستیم برای سال 2017. ما واقعا دوست داریم که برنامه های نانگال سرخ رو توی 2017 ادامه بدیم و برنامه های خوبی براتون تهیه بکنیم. در برنامه این هفته در مورد تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی اصلاح طلبی که دستش در کشتار مردم بوده صحبت خواهیم کرد. این نکته جالبش هم و مهمش هم در رابطه با آزار جنسیه که تو این تشییع جنازه انجام شد. دقیقاً در ضمن سازمان یافتن بوده. سازمان یافته دقیقاً. و در ضمن می‌خوایم در رابطه با اعتصاب قضای آرش صادقی صحبت کنیم، گزارشات آخرین گزارشات رو به دستتون برسونیم. و یه فتوای احمقانه جالبی داریم در رابطه با رابطه بین رفاه و گناه. رابطه خیلی نزدیکی ظاهرن داره و خیلی علمیه این رابطه. از یه فتوای احمقانه آره. ولی برنامه در بخش لحظه زیبای زندگی یه ویدیو جالب موسیقی در مورد زنان عربستان سعودی که دارن از حق و حقوقشون دفاع میکنن. آره. و بخش مصاحبمون هم خیلی جالبه این هفته. در واقع یک صحبتی رو که سحر محمدی در دادگاه بین المللی ایران ترایبیونال صحبت کرده بود و شهادت داده بود در رابطه با اتفاقاتی که به سر اعضای خانواده شده بود و خودش به عنوان یک کودک در این مورد واقعا یک مصاحبه رو... واقعا دردناکیه و حتما اینو اگر ندیدین باید بمونین پای برنامه‌مون و ببینین. به هر حال جای نرید، با ما باشید. در هفته که گذشت خبر از مرگ هاشمی رفسنجانی به دستمون رسیده و در ضمن تشییع جنازه است. و خب یه چیزی که برای من خیلی جالبه واقعا وقتی تو مطبوعات در رابطه با هاشمی رفسنجانی خبرش میاد همش دارن در رابطه با یک اصلاح طلب صحبت میکنن، در حالی که واقعا دستش تا اینجا در خون مردم ایرانه. میگن و تا مفرق تا ولی مال اون تا اینجاست. آره. ولی خیلی جالبه توی تمام خانواده های ایرانی که عزیزشون رو از دست دادن همه میدونن که رفسنجانی یکی از آرشیتکت ها و سازماندهان کشتار تو جامعه ایران بوده. دقیقا. و بخشی از اونا کسی هایی بوده که حکومت اسلامی و سنگینی این حکومت فاشیستی رو تو جامعه ایران تحکیم کرده، در واقع به وجود آورده. هیچ کس اینو فراموش نمیکنه. هیچ کس اشتباه نمیکنه. هر چقدر اینا سعی کنن این واقعیت ها رو به فراموشی بسپارونن با لقب های اصلاح طلب و غیره، مشخصه که این امکان پذیر نیست. بخاطر اینکه واقعیتش یه چیز دیگه است. یعنی تاریخ اخیر جمهوری اسلامی واقعا اصلا یه رکن اساسیش همین رفسنجانی بوده و جنایتایی که انجام داده. جز کمیته کمیته مرگ بوده، جز کسایی بوده که در دستور داده که زندانیان سیاسی رو بکشن. نقشش تو تروریسم بین‌المللی تو خارج کشور از کسایی بوده که دستور قتل خیلی از مخالفین رو توی خارج کشور داده. و به نظر میاد این به طور مرتب توی مطبوعات جمهوری اسلامی و مطبوعات هوادار جمهوری اسلامی در خارج کشور و یه سری از میدیای بین‌المللی به نظر میاد که این نیاز درونیشونه برای به وجود آوردن یه بخش میانه رو از در حکومت اسلامی به طور مرتب دارن اینو تو جامعه تزریق میکنن. دقیقا، میگم که و این ولی واقعیت جامعه ایران و آگاهی خانواده ها تو ایران و تمام خانواده ها تو ایران اجازه نمیده اینو چند سال دارن تلاش میکنن این کارو بکنن. دقیقا. ولی هیچ وقت موفق نشدن که این کارو بکنن. و جالب اینجاست که گزارشی اومده
در رابطه با آزار جنسی در این تشییع جنازه است و اینکه خبر رسیده از زنان، تعداد زیادی از زنانی که گفتن که آزار جنسی شدن و این سازمان یافته بوده و از سوی امنیت لباس شخصی صورت گرفته و هیچ وقت اینطوری نبوده و اولین باره که به این شکل با وضوح خیلی روشن سازمان یافته اومدن، ظاهرا میخوان که صحنه را تنگ بکنن برای حضور زنها توی مجامع عمومی و به خصوص توی تظاهرات، چون احساس میکردن امکان داره یه بخشی از مردم از این تظاهر، از این تشییع جنازه استفاده کنن و تبدیلش کنن به حرکت‌های ضد جمهوری اسلامی. ولی عکس العمل جامعه ایران به خصوص توییتر و توی میدیای اجتماعی کاملا این بوده که محکوم کردن این آزار جنسی رو، میخوان در این مورد بیشتر صحبت بکنن و کاملا میدونن که دست جمهوری اسلامی تو این کاره و اجازه، مردم اجازه نمیدن که اراذل و اوباش جمهوری اسلامی جلوی حرکت و دخالت زنان، به خصوص اون جنبش رهایی بخش زنان تو ایران که انقدر وسیعه و انقدر واقعا این رژیم رو داره به زانو میکشونه، با این کارا نمیتونه جلوی این هم شکست میخوره. ولی یکی از خصوصیات جنبش های اسلامی ظاهرا دارن از جنایت اسلامی توی مصر، توی خاورمیانه و کشورهای دیگه یاد میگیرن ولی این هیچ وقت پیروز نشده و حتما به شکست خواهد کشیده شد. و خب خوبه که اینجا هم در رابطه با آخرین اخبار اعتصاب قضای آرش صادقی صحبت کنیم. بعد از 71 روز اعتصاب قضاشو شکست و همسرش گلرخ ایرایی از زندان به طور موقت خارج شد، ولی خب خواستن که دوباره برگرده و قبول نکرده که برگرده. این آخرین خبری که داریم. بعد اینو به نظر من بیشتر روش تاکید بکنیم، به خاطر اینکه خیلی تلاش میکنن که توی این پوشش اخبار رفسنجانی قضیه آرش صادقی و کسای دیگه که توی اعتصاب قضا هستن مثل علی شریعتی اینا فراموش بشه. مردم اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته و مهمه که این خبر و دفاع از آرش صادقی و تمام زندانیان سیاسی در صدر خبرها قرار بگیره. ما اجازه نخواهیم داد و خیلی ها از وظیفه تمام بینندگان این برنامه است که کمک بکنن که فشار بین المللی روی جمهوری اسلامی به خصوص باشه. وقتی نگاه میکنیم به اعتصاب قضا واقعا تاثیر خیلی وخیمی داره روی بدن افرادی که این کارو میکنن. نسرین ستوده میگفت که وقتی خودش اعتصاب قضا میکرد واقعا سخت‌ترین چیزی بود که تو زندگیش صورت گرفت و جان آرش صادقی درسته اعتصاب قضاشو متوقف کرده، ولی هنوز جونش در خطره، به خصوص اگر دوباره اینو شروع کنه. و مهمه که انقدر مورد حمایت قرار بگیرن که لازم نباشه که زندانی سیاسی اصلا اعتصاب قضا کنن و جون خودشون رو در خطر بندازن. خب پیشنهاد می‌کنیم که تمام بینندگان برنامه یه نان گل سرخ به طور مرتب از آرش صادقی، علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی تو ایران پشتیبانی بکنن، در رابطهشون صحبت بکنن و تلاش کنن به هر امکانی که دارن توجه جامعه رو به وضعیت زندانی سیاسی تو ایران جلب بکنه. در این بخش از برنامه دوست داریم شهادت سحر محمدی در ایران تریبیونال رو بهتون نشون بدیم. این یک کلیپی در رابطه با تجربه خود سحر با اعدام‌های دهه 60 که مادرش و خیلی از خانوادهش رو از دست داد، کشته شدن از سوی جمهوری اسلامی ایران. و خب به خصوص وقتی تو این مقطع میبینیم که هاشمی رفسنجانی که دست داشته توی این کشتارها الان به عنوان یه اصلاح طلب داره معرفی میشه به دنیا، واقعا آدم نمیدونه چی بگه با این جنایت هایی که صورت گرفته. و خیلی مهمه سحر محمدی اینقدر زیبا صحبت میکنه و با احساس صحبت میکنه و خیلی مهمه افتاد تمامش بر مبنای فکت و مدارکه. ولی چیزی که جالبه این یک تنها یکی از کسایی که شهادت داده. ایران ترایبینال به نظر من یک کار خیلی ارزشمندیه که انجام شده و مهمه که همه از این وضعیت با خبر باشن. کتاب ایران ترایبینال آخر ماه ژانویه 28 ژانویه در لندن در کتابخانه هاوسمن رونمایی میشه
و ما میخوایم و نویسندش هم بابک عماده که قرار اونجا صحبت کنه با مرسده قائدی زندانی سیاسی سابق و حمید صبی که یکی از وکلای این ایران تریبونال بوده. افراد میتونن به این برای عموم بازه و در ضمن میشه کتابم روی آمازون اوردر داده میشه کتابو گرفت، چون به نظرم یه کتاب واقعا تاریخیه و خوبه که همه یه نسخه از این کتاب داشته باشن. و ما میخوایم که پیشنهاد بکنیم اگه کسایی که تو لندن هستن بیان توی شرکت کنن در رونمایی کتاب و یا نه تنها یاد کسایی که کشته شدن زندگی دارن، بلکه یک دادخواهی وسیع تو جامعه ایران لازم داره بر علیه جمهوری اسلامی. این کار ایران تریبونال به نظر من یک کار واقعا ارزشمندیه و باید گرامی داشته باشه. حالا حتما بمونید و این شهادت واقعا دلخراش سحر محمدی رو با ما ببینید. با ما باشید. مادر من سوسن امیری به همراه داییام حسن و اصغر امیری توی سال 1362 به فاصله چند روز از همدیگه دستگیر شدن. مادرم زمانی که دستگیر شد من همراهش نبودم، ایشون به همراه یکی دیگه از رفقای حزبیش به عنوان به اسم فریدون سراج با هم دستگیر شدن و دایی حسنم با یکی دیگه، ایشون هم با یکی دیگه از رفقای حزبیشون دستگیر شدن و دایی اصغرم زمانی که دستگیر شد ولی من همراهش بودم. من اون موقع 5 سالم بود، توی خونه داییم بودیم و قشنگ یادمه که یه غروب بود، از خونه داشتیم میرفتیم بیرون که در زدن و در رو که داییم باز کرد یه دفعه هجوم آوردن توی خونه و داییم رو هول میدادن و شرایط واقعا خیلی وحشتناکی بود. خب توهین میکردن، سری دستاشو بستن و دایی من اون موقع یه چیزی حدود واقعا یه هفته 10 روز بود که ازدواج کرده بود. خانومش توی اتاق جیغ میکشید، بعد پاسدارا خانومش رو هول میدادن. به هر حال یک فضای خیلی وحشتی که من اون موقع به عنوان یه بچه 6 سالم هم نشده بود، واقعا 5 سالم بود حدودا هنوز، بیشتر تصویر و یک میزان خیلی زیادی از فریاد و جیغ توی ذهنم مونده تا فاکت های این که دقیقاً کی اون لحظه چه کار میکرد. ولی مدت خیلی زیادی طول کشید تا اصلا خانواده تونست یک اثری پیدا کنه از این که اینا توی کدوم زندان نگهداری شدن. یه چیزی حدود 1 ماه طول کشید برای اینکه به ما هیچ جوابی نمیدادن و بعد بالاخره بعد از 1 ماه معلوم شد که اینا توی اوین هستن. مامانم ممنوع الملاقات بود. مامان من 9 ماه زندان بود و توی این 9 ماه خانواده من، ما از کرمانشاه میایم، یه شهری که حدود 500 کیلومتر با تهران فاصله داره. من اون موقع یه بچه 5 ساله 2 هفته یه بار با مادر بزرگم تا تهران می اومدیم به امید اینکه شاید مامانم رو بتونم یه بار ببینم، ولی متاسفانه امکان پذیر نشد. در نهایت اعدامش کردن و من هیچ وقت ندیدمش، یعنی هیچ کس از خانواده. 2 تا داییامو میتونستیم ببینیم، دایی اصغرم و دایی حسنمو. ولی در مورد مامانم ما چیزای خیلی زیادی شنیدیم، چون 2 تا داییام که توی زندان بودن تونسته بودن یه بار ببیننش و خیلی چیزا شنیده بودن که چه بلاهایی سرش آوردن و بعدن 2 تا از همبنداش که آزاد شده بودن اینجا تو خارج کشور من باهاشون آشنا شدم و برای من تعریف کردن. و ما شنیدیم که مامان منو چند روز بعد از دستگیری در مقابل یه جوخه اعدام قرار دادن، یک اعدام نمایشی، و حتی شلیک کردن و یک وضعیت روانی خیلی وحشتناک. و این چند بار اتفاق افتاده، من دقیقا نمیدونم چند بار، ولی مامانم براشون اون موقع تعریف کرده که چند بار تا به حال در مقابل جوخه نمایشی اعدام قرار گرفته. مامان من زمانی که اعدام شد پاهاش سیاه بود، اگر زنده میموند باید پاهاشو میبریدن، چون کسی که یه چیزی حدود 1 هفته 10 روز قبل از اعدامش مامانمو دیده بود توی یه راه رو، بعدها برای ما تعریف کرد که پاهاش تا بالا گچ گرفته شده بود و اصلا خون و عفونت
هیچ جور قابل پنهان کردن نبود و تحت هیچ شرایطی نمیتونسته درست بشینه، نمیتونسته درست سر پا وایسه، یعنی پاهاشو از دست داده بوده. در واقع وحشیانه شکنجهش کردن و با من که تنها بچهش بودم تلاش میکردن از مامانم اخاذی کنن، به این شکل که مامانم تحت فشار روانی میذاشتن که اگر میخوای بچه تو ببینی باید همکاری کنی. و من ببینید، من زمانی که 3 سالم بود پدرم و عموم توی یک درگیری با پاسدارها کشته شدن. یعنی مادر من اون موقع یه بچه بیرون از زندان داشت که به دست مادر بزرگم خب سپرده بود منو، که اونم حالا توی اون سن و سال با اون وضعیت روحی، اصلا خانواده از هم پاشیده، همه کاملا داغون، و مادر من تو اون شرایط روحی با اون شکنجه با اون وضعیت باید تازه با این جنگ روانی برخورد میکرده که اگر میخوای بچه تو ببینی باید با ما همکاری کنی. و خب در نهایت مادر من به آرمانهاش پایبند موند و همکاری نکرد و من رو هم ندید و من حتی نمیدونم واقعا کجای خاوران دفن شده. زمانی که 9 ماه بعد اعدامش کردم، این تنها چیزیه که از مادر من به جا مونده، این وصیت نامه مادرمه. و من فقط یه جملهشو بگم، نوشته متاسفانه زودتر از مدرسه رفتنت از دیدنت محروم شدم. زمانی که خبر اعدام مادر منو به ما دادن، من 1 هفته بود که مدرسه میرفتم، کلاس اول دبستان بودم. به ما گفتن که خاوران دفنش کردن و همراه 2 تا دایی دیگه هم. ببینید، خبر مامانم و دایی اصغرم رو همزمان به ما دادن توی همون اوائل پاییز، 1 هفته 10 روز اول مهر. و خبر اعدام دایی حسنم رو اول ماه می اردیبهشت 64 اعدامش کرده بودن سال بعدش، یعنی چند ماه بعد از مامانم و دایی اصغرم. و اعدام اونو به هر حال خبرش رو بعدن گرفتیم، ولی به ما گفتن که توی خاوران دفن شدن و ما خاوران رفتیم. اصلا یک صحنه واقعا باور نکردنی بود، اونجا قبرستون نبود، یعنی هر آدمی قبرستون توی زندگیش دیده، کوپه های خاک، مادرایی که جیغ میزنن، این خاکا رو سرشون میریزن اصلا، و کسایی که هیچ جور نمیتونن جلوی اشک این مادرها رو بگیرن. یه شرایط واقعا روانی خیلی وحشتناک. و اون موقع خب من تنها بچه‌ای نبودم که تو خاوران بودم، یعنی الان بهش فکر میکنم میبینم چقدر وحشتناکه که بچه‌های همسن و سال من خیلی زیاد بودن توی خاوران و ماها حتی نمیفهمیدیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. من اونجا به چشم خودم زنی رو دیدم، این خانم یه چیزی حدود 1 سال ما هر وقت خاوران میرفتیم میدیدیم که ایشون مداوم، چون مقیم تهران هم بود، بعدم فهمیدیم ما از کرمانشاه میومدیم میرفتیم خاوران، ایشون مداوم اونجا سر قبر مامان من نشسته بود. و ما فکر میکردیم خب چون طبیعی بود توی خاوران به هر حال همه سر قبر عزیزای همدیگه میرفتن، سعی میکردن با هم همدردی کنن. بعد معلوم شد که ایشون فکر میکنه که دختر خودش اینجا دفن شده، چون دقیقا آدرس همون قبر رو داده بودن به ایشون. این خانم یه بار که ما رفته بودیم اونجا یه تیکه پارچه سرمه ای رنگ به مادر بزرگ من نشون داد. حالا شما باید تصور کنید، منم اون موقع به عنوان یه بچه حدوداً 7 ساله اونجا حضور داشتم. گفت که دختر تو سوسن یک چنین لباسی داشت، ایشون قبر رو کنده بود، قبر رو کنده بود به خاطر اینکه سرگردان دنبال جنازه دخترش میگشت، شبانه رفته بود کنده بود اونجا، یه تیکه پارچه پیدا کرده بود با یه جنازه‌ای که خب بعد از 1 سال اصلا قابل شناسایی نبود. و ما در نهایت نفهمیدیم بالاخره، یعنی من الان ببینید من 33 سالمه و 27 ساله که سرگردان قبر 5 نفر عزیزم هستم. نمیدونم بابام کجا خوابیده. بابای من و عموی منو وقتی کشتن توی شهر آمل جنازه‌شون رو تا 3 روز نمایش میدادن با ماشین. من نمیدونم بابام و عموم کجا دفن شدن، نمیدونم مامانم و داییام کجا دفن شدن. حتی فریدون که همراه مامان من دستگیر شده بود اعدام کردن توی خاوران، خانواده اونم خاکای خاوران رو فقط به سر خودشون میریختن و ما نمیدونیم کجا دفن شدن، هیچ چیز در موردشون نمیدونیم. در مورد دایی حسنم زمانی که دستگیر شد خانمش حامله بود و کجال وقتی که دنیا اومد باباش حکم اعدامش رو گرفته بود. زمانی که برای اولین و آخرین بار کجال رو به یه ملاقات حضوری فرستادن پیش داییم، داییم خب به هر حال پدر شده بود برای اولین بار و متاسفانه آخرین بار، دوستاش یه هدیه بده به بچهش، با هسته خرما برداشته بود یه پلاک برای کجال درست کرده بود.
این پلاکو گذاشته بود توی قنداق کجال که بفرسته بیرون و متاسفانه وقتی پاسدارا کجال از بغل داییم گرفتن اینو پیدا کرده بودن و پس گرفتن ازش. ولی دایی من از اون روز توی سلول انفرادی بود تا زمانی که اعدام شد. یعنی به خاطر یک هسته خورما که خواسته بود به بچه خودش هدیه بده تو سلول انفرادی بود و ما دیگه ندیدیمش. یعنی فرصت خداحافظی از هیچ کدوم از عزیزامونو پیدا نکردیم و نمیدونیم تحت چه شرایطی اعدامشون کردن. فقط میدونیم که وحشتناک شکنجه شدن. مثلا ما میدونیم که دایی حسن هم رو جلوی دایی اصغر هم شکنجه کردن، چون این جزء یکی از چیزهای وحشتناکی بود که اون موقع دایی اصغر هم برای خانواده تعریف کرده بود و گفته بود که شکنجه های خودم اصلا برام مهم نیست. دایی اصغر منو اینجوری شکنجه کرده بودن که وقتی ملاقاتش میرفتیم این اونجا نشسته بود، چون همه میرفتیم همه میومدن زندانی ها از پشت این شیشه ها، ولی دایی اصغر من اونجا نشسته بود. بعد که ما میخواستیم بریم میگفت شما برین، من میخوام شما رو از پشت نگاه کنم. بعد معلوم شد جوری شکنجهش کردن که نمیتونه سر پا وایسه و این نمیخواست که خب خانواده این تصاویر رو ببینن. حالا شما تصور کنید این با این درد با این وضعیت میگفت دردای خودم اصلا مهم نیست، فریاد حسن توی گوشمه. این دوتا برادر رو جلوی هم شکنجه میکردن. و از مادرم که گفتم دیگه، به هر حال تحت چه شرایطی و با چه وضعیتی. من فکر میکنم قبل از اینکه بخوام اصلا بگم که برای خودم چه اتفاقی افتاده، لازم میدونم به این دادگاه اعلام کنم که من در درجه اول خودم رو نماینده و صدای مادر بزرگ و پدر بزرگم میدونم. این دو نفر هر دو فوت کردن و الان دیگه در بین ما نیستن با دلهای واقعا شکسته. و اون چه که من از زندگی مادر بزرگم و پدر بزرگم دیدم که چطور خورد شدن، واقعا خورد شدن. مادر بزرگ من ثانیه ای نبود که تنها باشه و گریه نکنه. این عکسای بچه هاشو میذاشت جلوش و توی یه نوعی از کابوس بیداری تصور میکرد که تن بچه هاش پاره میشه زیر شکنجه، دنبال جای گلوله توی سینه یه بچه ها. شما فکر کنین عکس ها رو میچید و دنبال جای گلوله توی سینه اینا میگشت و مثل اینکه یه دفعه به ناگهان پیدا کرده باشه شروع میکرد خودش رو میزد. و خب توی یک چنین کابوسی من بزرگ شدم و من شاهد یک چنین وضعیتی بودم. ما یک سالگرد نتونستیم برای مامانم اینا برگزار کنیم، برای اینکه ریختن تو خونه ما با یک وضعیت افتضاحی، صورت‌های بسته، یه قیافه‌ای که واقعا خود به خود خیلی ترسناک بود و هر چی که جوون توی اون مراسم ختم دستشون رسید با خودشون جمع کردن بردن. خب از ترس اینکه کسایی که میان اونجا شرکت میکنن دستگیر نشن، آدم دیگه مراسم ختم هم، مراسم یادبود هم برگزار نمیکنه. توی یک چنین شرایطی من بزرگ شدم. یعنی من فقط میتونم بگم که من دقیقاً 3 سالم بود وقتی که بچگیم برای همیشه توی جنگل‌های آمل گم شد و من دقیقاً 6 سالم بود وقتی که کاملاً بالغ شدم و یک آدم بزرگ بودم. یعنی من تو سن 6 سالگی یک آدمی بودم که باید الان به این فکر می‌کردم که اوکی مامانمو دستگیر کردن و اون موقع انقدر شرایط خانواده ویران بود که اینا دیگه به این خوب توجه نمی‌کردن که اینجا مثلا یه بچه نشسته. خب حالا مثلا جلوی بچه نگیم، انقدر همه آشفته بودن. و خب من اونجا تمام مدت شاهد این بودم که دلنگران شکنجه هایی که شده، صحبت هایی که اونجا می شد، خود زنی های افراد مختلف خانواده، گریه ها، زجه ها. بعد ما می رفتیم در زندان و اصلا برخوردی که با ما می کردن، من بارها و بارها می دیدم که وحشیانه مادر بزرگم رو، که واقعا یه زن اون موقع خیلی مسن بود، مادر بزرگم رو هول می دادن. بارها این زن جلوی من افتاد زمین و من یه بچه 6 ساله‌ای بودم که واقعا تو دنیا اصلا دیگه کسی نمونده بود. من دیگه فقط این مادر بزرگ داشتم و این مادر بزرگم جلوی من هول می دادن و می انداختن زمین و توهین می کردن. فکر کنین تمام اینها برای یک بچه 6 ساله و با همه اینها باید زندگی کنی با کابوس هایی که فکر میکنی یه روزی پایان پیدا میکنه، فکر میکنی که زمان مرهم هر دردیه و یه روزی میتونی یاد بگیری که باهاش زندگی کنی. ولی من امروز در سن 33 سالگی جا داره که واقعا به این جمع اعلام کنم که دوستان بدتر شده این درد و بهتر نشده. این درد هیچ وقت، این یک درد لاعلاجه. هر روز که سن من بالاتر رفت من بیشتر فهمیدم که چه مصیبتی به خانوادم وارد شده و هر لحظه ای از زندگیم بالاخره
تو پروسه تکامل و رشد یک بچه 6 ساله از 6 سالگی تا به هر حال تا امروز 33 سالگی که دیگه خودم سنی ازم گذشته، به هر حال مراحل مختلفی هست که حضور خانواده در کنار آدم لازمه. من نه تنها این که پدرم، مادرم، دو تا داییم و یک عموم توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودن، بلکه خودم به خاطر بچه یک عده کمونیست و اعدامی هیچ گونه حق و حقوقی توی این جامعه نداشتم. من بارها باید مدرسه‌مو عوض می‌کردم به خاطر اینکه به محض اینکه می‌فهمیدن که ما کی هستیم، مدیر مدرسه واقعا با شرمندگی تمام مجبور بود عذر ما رو بخواد به خاطر اینکه خودش براش مشکلات ایجاد نشه. یعنی من مدت‌ها پنهان می‌کردم. شما فکر کن من با عنوان یه بچه کلاس اول دبستان می‌رفتم مدرسه و دروغ می‌گفتم که چون خب یه موقعی مادر آدمو می‌خوان مدرسه، من بعد مادر بزرگمو می‌بردم به خاطر اینکه این مسئله رو توجیه کنم. به دروغ باید می‌گفتم که پدر مادر من یه شهر دیگه زندگی می‌کنن چون بابای من یه شغلی داره که نمی‌تونه به کرمانشاه منتقل شه. و یعنی واقعا به عنوان یه بچه 6 ساله همه اینا رو هضم کردن و درگیر شدن با همه این مسائل و کابوس‌هایی که صادقانه بگم حتی امروز خلاص نشدم ازش. من حتی امروز کابوس میبینم که ریختن تو خونه ما و من میخوام مامانمو قایم کنم و تو تمام این ساختمون یک جایی پیدا نمیشه که من مامانمو پشتش قایم کنم. مثل اینکه یه دفعه یه صحراست که اینا میریزن و مامان من هیچ جا دیگه نمیتونه قایم بشه. اون موقع که بچه بودم فکر میکردم که اگر که من آرزو میکردم منم با مامانم دستگیر کرده بودن. علتش هم این بود که من فکر میکردم که اگر که من همراهش بودم، من به عنوان یه بچه احتمالاً اونجا خب گریه میکردم و به اینا توضیح میدادم که من مامانمو چقدر دوست دارم و چقدر احتیاج دارم به مادرم و اینا نباید مامان منو اعدام کنن. واقعاً ایمان داشتم به این. با این کابوس، ولی این تبدیل به یک کابوس شد و من سالها حتی امروز تو 33 سالگی همچین کابوسی میبینم. من کابوس میبینم که عزیزای منو به تیر چراغ برق بستن و میخوان تیرباران کنن و به من میگن که تصمیم بگیر کدومشون زنده بمونه، تو حق داری انتخاب کنی که کدومشون زنده بمونه. امروز توی 33 سالگی من هیچ کدوم این کابوس ها کاهش که پیدا نکرده که هیچ، بدتر و بدتر شده. و این فقط حکایت من نیست، این حکایت خانواده منه. یعنی خانواده من کاملا از هم پاشید و ماها واقعا ویران شدیم، کاملا ویران شدیم. We have, there were some mention, maybe this will be too difficult for you, but and feel free to answer. There's been many now mentions of women having been raped in prison. Would that have been the case of your mother? من از این موضوع خبر ندارم، صادقانه بگم خوشبختانه خبر ندارم. یعنی نمیخوام اصلا همچین چیزی میدونستم که آیا شده یا نشده. خیلی خوشبینانه امیدوارم که نشده باشه و همه عمر آرزو کردم که نشده باشه، ولی اطلاعی در این مورد ندارم که به چه شکلی بوده. ولی من فقط یک برخورد مادرم با لاجوردی رو میدونم که لاجوردی خیلی کسانی که به هر حال میگم این هموندای مامانم که دیدم، نمیدونم بنا به چه دلیلی، به هر حال یک کینه خیلی وحشتناک و یه نفرت، این البته کینه خب از همه زندانیان سیاسی داشت، ولی با مامانم مثل این که نمیدونم یه دشمنی ویژه داشته و خیلی شخصا آزار میداده. که تعریف کردن که یه بار مامانم مثل این که توف میندازه توی صورت این و کاری که باهاش بعدش کرده بود و جوری که هم بنده مامانم تعریف میکردن که مامانم رو توی بند برگردوندن، میگم اینا همه خب واقعا کابوس هایی که آدم باش زندگی میکنه. یعنی با دستی که حرکت نمیکنه، من نمیدونم واقعا چه کار کردن با دستش که دستاش حرکت نمیکرده، دستاش کاملا بیحس بوده زمانی که آوردن توی بند و کاملا آشولاش بوده. و در همین حد فقط در موردش میدونم. اینکه آیا به عنوان یک زن تحت شکنجه های ویژه قرار گرفته، در این مورد چیزی نمیدونم که بتونه سندیتی داشته باشه و جواب سوال شما رو بده. متاسفانه اطلاعی ندارم، یا خوشبختانه. Your mother would be proud of you if you're a strong woman. What's right there? Any other comments? What's right there? Question? Yes. This is paid still today.
you feel, of course, as a victim, but you always feel these appearances as perpetual torture, because you have nightmares and things like that. So it remains a real torture for you still today. بله بله 100% همونطور که به تصویر کشیدم این بهتر که نشده که هیچ بدتر شده و من خواهش میکنم که این رو حتما قید کنید چون افرادی از خانواده من به دلایل مختلف مهمترین دلیلش اینه که از خانواده من فرد زیادی زنده نمونده امروز توی این جمع نیستن و من از طرف همه اونها شکایت میکنم از جمهوری اسلامی و در درجه اول از جانب دل سوخته مادر بزرگم و این زن خیلی قوی بود اما به عنوان یک مادر مطمئنن فکر میکنم یک خداحافظی از بچهش حداقل حقی بود که میشد براش قائل شد و متاسفانه نداشتیم و این حق بود. فتوای احمقانی هفته فهم کنی از کیه؟ از کیه؟ از آیت الله عظما محمد تقی مصباح یزدی. اسم بلند فتوای احمقانه. گارانتیه این طرف هر چی دهنشو باز کنه فتوای احمقانه است. ایشون گفتن که یه رابطه مستقیم هست بین رفاه و گناه. چطوری؟ گفتن تو کشورهای اروپایی رو نگاه کنن چون مدرک میاره، دلیل میاره، عقل داره طرف. علمیه، خیلی علمیه. بله. گفته کشورهای اروپایی نگاه کنید از زمانی که دولت رفاه اومد اونجا گناهتون کشور اصلا از سر کله جامعه داره میاد بیرون. به خاطر اینکه هر چی که خوبه برای مردم اینا گناه میتونه. آره ولی پیشنهاد خیلی جالبه. گفته که مردم مثلا اگر میرن پارکی حداقل اونجا گناه نکنن به طور صوتی سورای قرآن رو بذارن که مردم بتونن فکرشون و ذکرشون قرآن باشه. این واقعا فتوای احمقانه است که فقط از مسئولین حکومت اسلامی برمیاد. پیشنهاد ما اینا میدونی چیه؟ بریم سریع. لحظه زیبای زندگی این هفته از عربستان سعودیه و یک ویدیو موسیقی که واقعا قشنگه در رابطه با زنان عربستان سعودی و نقض حقوق زنان و دفاعشون از حقوق زنان و انقدر زیبا درست کردن موسیقیش هم انقدر قشنگه واقعا لذت بخشه. ما همیشه گفتیم که هر جا جنایت اسلامی و دیکتاتوری اسلامی وجود داره مقاومت و به خصوص مقاومت زنان اونجا بیشتره برای دفاع از زنان عربستان سعودی و به امید پیروزیشون. حتما این ویدیو رو با ما نگاه کنید. ما این ویدیو رو در انتهای برنامه پخش میکنیم. فقط دوست داریم قبل از این که اینو نشون بدیم بهتون ازتون خداحافظی کنیم و به امید دیدار هفته آینده. هفته خیلی خوبی داشته باشین. خداحافظ.